نام کار آزادی. اعتراض شهروندان افغانستان در برابر طالبان. اینجا در پاریس شماره از افغانها همزمان با دو سالگی سلطه طالبان گرد هم جمع شدند و در قطعنامه از کشورهای جهان خواستند تا در برابر سیاستهای طالبان سکوت را بشکنند و هیچ کشور نباید حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. امروز یادآور روزای شوم و تاریک و کلن بستیای مطلق فرو رفتن افغانستان است. امروز ما دور هم جمع شدیم که بازم صدا بزنیم و نه بگویم برای طالبان به اینکه مردم افغانستان و هیچ وجه زیر هیچ شرایط حاکمیت طالبان را نمیخواهیم و تن دادنی برای حاکمیت طالبان نیستن. این اعتراض کنندگان با راهپیمایی در دل پاریس شعار میدادند که نباید با هیچ بهانه با طالبان تعامل صورت بگیرد. اعاده آزادی زنان خواست دیگر اعتراض کنندگان است و در بخش دیگر قطعنامه گفتند که افغانستان به گونه عملی به پناهگاه گروه های دهشت افغان تبدیل شده است. 15 اوگست یک روز سیاست در تاریخ افغانستان. ما به خاطر اینجا آمدیم که صدای زنای افغانستان باشیم، صدای ملت مردم افغانستان باشیم تا به گوش جامعه جهانی و خصوصا دولت فرانسه صدای آنها را برسانیم. به خاطر اینکه متاسفانه زنای افغانستان فراموش شدند، هیچ کس صدای آنها را بلند نمیکنند و به می خاطر ما اینجا جمع شدیم تا اینکه صدای اونا باشیم و دولت ها فراموش نکنن و احساس مسئولیت کنن در مقابل زنای افغانستان. اعتراض کنندگان این هفته را هفته همبستگی با مردم افغانستان در برابر طالبان نام نهادند و از شهروندان دیگر کشورها خواستند که برای مردم افغانستان دادخواهی کنند. در میان اعتراض کنندگان شمار از فرانسوی ها نیز حضور داشتند. فکر می کنم که وضعیت فاجعه بار و وحشتناک است که زنان یک کشور در چنین شرایط سخت قرار داشته باشند. ما واقعا باید بجنگیم تا وضعیت آنان را تغییر دهیم. طالبان دو سال پیش در 15 آگست پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کابل را تصرف کردند. پس از این رویداد صدها هزار تن افغانستان را به علتهای گوناگون به ویژه تهدیدهای امنیتی ترک کردند. اینجا بیشتر کسان در برابر طالبان شعار میتند که پس از سقوط کابل به فرانسه پناهنده شدند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، پاریس.